امروز میخوایم روش کار کمپرسورهای های اسکرال و این کمپرسوری که مشاهده میکنید کمپرسور اسکرال دمفوس رو با همدیگه مرور بکنیم همونطوری که مشاهده میکنید در قسمت بالا اسکرال های ها قرار داره در قسمت پایین ای که مشاهده میکنید قسمت سیم پیچ هست و اویل پمپ کمپرسور و قسمت سیم در پایین قرار داره به همراه روتور سیم پیچ روتور رو میچرخونه و بال در قسمت بالایی اسکرال متحرک در اسکرال ثابت به گردش در میاد کمپرسور رو باز میکنیم اجزای مختلفش رو با هم دیگه ببینیم و روش کارکرد رو با هم دیگه مرور میکنیم در این قسمتی که مشاهده میکنید سوپاپ دیسچارجمون هست که گاز دیسچارج خارج میشه از کمپرسور همونطوری که میبینید قسمت اسکرال ثابت در قسمت بالا قرار داره اسکرال متحرک در زیر اون و در قسمت پایین روتور اسکرال متحرک رو به گردش در میاره در داخل اسکرال ثابت و گاز در بین دو حلزونی فشرده میشن و به قسمت خارج از کمپرسور در قسمت مسیر دیسچارج فرستاده میشن اگر ما روتور رو از زیر با دست بچرخونیم همونطوری که دارید بینید، داریم روتور رو از زیر از قسمت سیم پیچ با دست میچرخونیم همونطوری که بینید، اسکرال متحرک در حال گردش هست در داخل اسکرال ثابت همونطوری که دارید بینید، قسمت استاتور رو از قسمت روتور جدا کردیم قسمت روتور در داخل استاتور همونطوری که دارید میبینید کشیده شده و باعث آسیب و سوختن سیمپیچی شده لقی زیاد از حد بوش باعث چنین سوختگی شده روتور در داخل استاتور میزان زیادی لقی داشته و باعث شده در داخل استاتور کشیده بشه قسمت دیسچارج کمپرسور سوپاپ ها قرار دارند اون قسمت رو باز میکنیم تا ببینیم که چه ساختاری داره در تمامی کمپرسور های اسکرال یک سوپاپ دیسچارج وجود داره که در هر کمپرسوری شکلش و فرمش متفاوته و یک بیمتال حرارتی ترمال دیسک وجود داره در کمپرسور بعضی از مدل های کمپرسور های کوپلن این سوپاپ به صورت یک پیستون و یک پولکی سوپاپ مانند هست در این کمپرسور به صورت یک پولکی هست سوپاپ دیسچارج که به صورت یک شیر یک طرفه عمل میکنه سوراخ بالایی این این قطعه که دارید میبینید بی متال حرارتی هست و این هم سوپاپ دیسچارجمون هست که به صورت یک شیر یک طرفه عمل میکنه که در هنگام خاموشی کمپرسور اجازه حرکت معکوس به اسکرال ها رو نمیده و مسیر گاز رو میبنده وظیفه این بیمتال حرارتی هم این هستش که زمانی که دمای گاز به 270 درجه فارنهایت برسه یا 135 درجه سانتیگراد مسیر گاز دیسچارج به ساکشن رو باز میکنه و با باز کردن این مسیر باعث میشه که گاز دیسچارج به اسکرال ها به قسمت ساکشن اسکرال ها وارد بشه و آنلود انجام بشه در این تصویر بهتر میتونیم مسیر گاز دیسچارج رو ببینیم از این سوراخ گاز کمپرس شده و فشرده شده خارج میشه و همونطوری که میبینید این شیره یک طرفه رو هل میده و گاز به سمت مسیر دیسچارج فرستاده میشه از طریق این قسمت گاز دیسچارج خروجی کمپرسور خارج میشه اما همونطوری که الان در این تصویر دارید میبینید این شیر یک طرفه در صورتی که کمپرسور خاموش بشه این پولکی میاد این سوپاپ میاد و بر روی مسیر دیسچارج قرار میگیره و اجازه ورود گاز دیسچارج به قسمت اسکرال ها رو نمیده و در نتیجه کمپرسور مکوس نمیگرده اما این ترمودیسک این ترمودیسک دیسک در این قسمتی که دارید میبینید به مسیر ساکشن راه داره قرار میگیره زمانی که دمای کمپرسور افزایش پیدا بکنه 270 درجه فارنهایت این ترمو دیسک شروع میکنه به تغییر حالت دادن الان به صورت یک پولکی کاملا صاف و گرد هستش اما وقتی که تحت حرارت قرار بگیره این پولکی شروع میکنه به حالت مخروطی در اومدن و انحنا پیدا میکنه این انحنا باعث میشه که گاز رو از کنار خودش از این مسیری که دارید میبینید رد بکنه و به قسمت ساکشن برسونه وقتی که گاز دیسچارج به قسمت ساکشن وارد بشه عملا آنلود صورت میگیره وظیفه دیگه این ترمودیست جدا کردن اسکرال ها از همدیگه است وقتی که نیرو وارد میشه به سمت پایین به سمتی پایین بین دو اسکرال باعث میشه این اسکرال ها از همدیگه فاصله پیدا کنند فاصله پیدا کردن این اسکرال ها باعث میشه کمپرس کردن متوقف بشه و در نتیجه دمای گاز پایین بیاد و این ورق به صورت صاف دوباره در بیاد و مسیر گاز دیسچارج به ساکشن رو دوباره مسدود بکنه و مسیر کمپرس کردن دوباره انجام بشه و کمپرسور به حالت عادی خودش ادامه بده در کمپرسورهای مختلف و تراحیه های مختلف زمان بازگشت این پولکی این ترمودیس به حالت اولیه فرق داره در بعضی از کمپرسورها 3 ثانیه به بعضی از کمپرسورها 5 ثانیه توه میکشه تا این پولکی به فرم اولیه خودش برگرده اما حتی در مواردی ما مشاهده کردیم که تا دو ساعت زمان برده تا این ترمو دیسک به حالت اولیه خودش برگرده پس زمانی که کمپرسور شما داره کار میکنه صدای کمپرسور عوض میشه و آمپر کمپرسور کاهش پیدا میکنه شما بایستی شک ببرید به سمت ترمودیسکتون و فکر نکنید که کمپرسورتون خراب هستش که فشار دیسچارج نمیده بهتون و فشار دیسچارج بالا نمیره خیلی از اوقات ما مشاهده کردیم که این ترمودیس دچار آسیب شده و نمیتونه درست وظیفه خودش رو انجام بده در نتیجه کل ساختار کمپرسور نمیتونه کمپرس کردن رو به درستی انجام بده و کمپرسور دائما در حال آنلود هستش